سلام خدمت همه دوستان گرامی عزیز و ارجمند با یک ویدئوی دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. این ویدئو رو اختصاص میدم به معرفی یکی از سیگارهای درجه یک کوبا به اسم هویو مونتری دی جوز جنر ساخت هابانا در یک قوطی چوبی به این شکل هستش. باز میکنیم درشو. خب من سر کامیرا رو پایین میارم که شما بهتر بتونید جزئیات کار ببینید. یکیش خارج میکنم. عطر دلپذیر و زیبای تنباکو به مشام میرسه. دوستان عزیز، سیگار هویو دی مونتری یکی از سیگارهای پرمیوم و درجه و بسیار گران قیمت در بازار هستش. این من دارم از روی وبسایتش اطلاعات رو برای شما میخونم. از سال 1831 میلادی این کمپانی شروع به کار کرده در کوبا در هاوانا و یکی از سیگارهای همونجور که گفتم پرمیوم و های کوالیتی در بازار هستش در حال حاضر. من اولین کاری که میکنم این سیگارها رو به یک به داخل همیدور منتقل میکنم. همینجور که میدونید هوای اروپا رطوبتش زیاد هستش، ولی بهتره اگه سیگارهای گران قیمت میخرید به همیدور منتقلش کنید که اونجا همیشه رطوبت ثابت و یکسان هستش. یکم دیگه لازمه که بیاریم بالاتر. خب اولین کاری که میکنید همیدور رو آماده سازی میکنید به وسیله این آب مقطر دیواره های همیدور رو مرطوب میکنید به وسیله دستتون. اگه برش دارید به وسیله برش هم این کار میشه انجام داد. همینجور که میبینید این قسمت همینجور که میبینید یک محفظه برای ایجاد رطوبت در نظر گرفتن. حالت در داخلش اسفنج تعبیه شده. شما به وسیله آب این اسفنج کاملا مرطوب میکنید که این منبع ایجاد رطوبت در داخل همیدور همین محفظه اسفنج است که شما خیسش میکنید. کمی یک دستی این کار انجام دادم مشکل هستش. فکر میکنم شما جزئیات کامل دارید میبینید.
خب کافی هستش. یک عدد سیگار جدا کنار میذاریم چون قراره که آتشش بزنیم و خواص این سیگار رو بررسی کنیم. در داخل این باکس 25 عدد سیگار قرار داره. قیمت یک باکس، قیمت این باکسی که شما اینجا مشاهده میفرمایید 400 یورو تا 450 یورو هستش در کشورهای مختلف. من الان در سایت نگاه کردم، همین براند و همین مدل 800 دلار گذاشته برای فروش. من لینک فروش سیگارت رو قرار میدم براتون، اگه بخواید میتونید مراجعه کنید. برای دیدن اطلاعات و اگه شخصی از داخل اروپا یا آمریکا بخواد سفارش بده. همونجور که گفتم اگه سیگارای گرون قیمت میخرید بهتر ریسک نکنید، داخل هومیدور قرار بدید. هومیدور گرون قیمت نیست، هومیدور از 20 دلار به بالا هستش. هومیدورهای ساخته دانهیل و داویدوف بسیار گرون قیمت هستن، از 600 یورو شروع میشه قیمتشون، ولی یک هومیدور مثل این آدورینی من فکر میکنم که 60 یورو خریدم و بسیار بسیار مناسب هستش. خب این جایبر دیگه باش کاری نداریم. کامرا رو خوب بتونم نشون بدم داخلش رو، به این شکل شد. خب مقدار رطوبت داخل هومیدور باید بین 65 تا 75 درصد باشه. وقتی شما جداره دیواره هومیدور رو نمناک و مرطوب میکنید، زمانی که درش میبندید، این یک حالت پلمب ایجاد میکنه و از نفوذ هوا به داخل باکس جلوگیری میکنه. این الان سیلت شد به اصطلاح، یعنی پلمب شد. خب این اینجا از این بهتره که از جلو دستمون خارج کنیم که مزاحم کارمون نباشه. اینجا یک عدد سیگار داویدوف هم در دست من مشاهده میفرمایید. اینا به قیمت 30 یورو هستش برای یک نفر. داویدوف گراند کرو. بعد این سیگار بهتون معرفی میکنم، اینم بسیار با کیفیت هستش. من این داخل سلوفان هستش، ولی با این حال این رو هم در داخل هومیدور قرار میدیم که محفوظ بمونه. و یک مدل سیگار دون آنتونی از داخل هومیدور من بیرون اومد، اینم ساخت دست و ساخت کجا هستش اگه بتونم پیدا کنم. چرچیل. خب دوستان عزیز، اینم دون آنتونیوی چرچیل ساخت کوبا باید باشه. مطمئن نیستم، بعدا نگاه میکنم بهتون اطلاع میدم. به این شکل هستش. الان جای معرفی این نیستش، من الان پیداش کردم، تو هومیدور بود ندیده بودمش. و اما بریم سراغ سیگار هویو ده مونتری. خب وقتشه که از قیچی برش کپ سیگار استفاده کنیم برای اولین بار. همینجور که میبینید قطرش کاملا مناسب هستش. قطر اکثر سیگارهایی که در بازار ارائه میشه قطرشون استاندارد همین اندازه هستش،
میبینه که کاملا کپ رو در بر میگیره این قطر قیچی. خب با یک فشار بسیار زیبا و ترتمیز کپ رو برید. میریم که روشنش کنیم که ببینیم خواص این سیگار چطور باشه، که من که مطمئن هستم که خواص بسیار عالی باید داشته باشه، چون چیزی که از یک سیگار پرمیوم میشه انتظار داشت خواص عالی هستش. شما هم بتونید ببینید. بسیار دلپذیر، عطر تنز روشن نشده ولی رایحه فوق‌العاده عالی داره به مشام میرسه. خب یک پارچه سیاه شد، شده رو ما ماسک میکنیم، شروع میکنیم به پک زدن. خب یک مقدار از این بود، چیز مهمی نیست، اگه با کاتر ببرید این زواید بسیار بیشتر تولید میشه، اما میبینید که قیچی بسیار صاف و ترتمیز قطر داد. خب میبینید که کپ نوک سیگار کاملا به شکل یک پارچه مشتری شد. هرگز اجازه ندید که نوک سیگار از یک طرف شروع به سوختن بکنه. اگه دیدید اینجوری سعی کنید که شعله رو به همه جاش برسونید، چون اگه این حالت پیش بیاد سیگار به شکل نسبه در حال سوختن پیش میاد و یه حالت اوریب و بعد در سوخت سیگارتون به وجود میاد. خب بسیار بسیار عالی، یک مزه حالت کرم اسپایسی ادویه‌ای، چوب های خوشبو، بسیار 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 رایحه عالی هست، به زحمت بشه توصیفش کرد. چیزی که از یک سیگار پرمیوم شما انتظار دارید همش به وسیله این سیگار برآورده میشه. بسیار خوشگوار و عالی هستش. از نظر قدرت این مدل میدیوم هستش، زیاد سنگین نیست، تباک هم نیستش. باید بدونید یکی از دلایل های گرون قیمتی این سیگار این هستش که اینو کمپانی زمانی که سیگار ساخته میشه علاوه بر اون مراحل فراوردن برگ‌های تنباکو که پروسه خیلی طولانی داره، زمانی که سیگار ساخته میشه کمپانی اینو به شکل محفظه های سیل شده در یک شرایط خاص به شکل بسیار طولانی نگهداری میکنن، به مدت چندین سال بعدا روانه بازار میکنن. در نتیجه همونجور که قبلا بهتون توضیح دادم، اسانس های مختلفی که در الیاف مختلف تنباکو که به عنوان سوخت در داخل این برگ پیچیدن شروع میکنه به تبخیر شدن و این استانسا میاد در هم ادغام میشه در داخل، و چون راهی برای فرار نداره همش در داخل
زیر این لایه سیگار و یا روش همینجور که میبینید متبلور میشه و یک زمانی که شما اینو میکشید این استانس های مختلف همشون شروع میکنن به سوختن و یک رایحه فوق العاده دلپذیری ایجاد میکنن. من یک لحظه به وبسایت مراجعه میکنم، از قبل براتون آماده کردم. خب قیمت رو در اینجا و در هلند میتونید ببینید برای یک باکس 25 عددی. €472. مشخصات اینجا درج کرده. طول این سیگار 194 میلیمتر تقریبا 20 سانت و به قطر 49 میلیمتر و همینجور که گفتم قدرتش اینجا میلت زده یا همون میدیوم، به هلندی میلت میگم. اما میریم به سایتی که فکر میکنم خارج اروپا هستش. خب اینجا 810 یورو هستش برای یک باکس، باکس 25 تایی. 25 چیزیه که شما از یک سیگار پرمیوم میتونید انتظار داشته باشید، قیمت بالا هستش. اما فوق العاده دلپذیر، من تا حالا سیگار به این کیفیت نکشیده بودم حقیقتش. این میتونه تو دست شما تا یک ساعت و نیم روشن بمونه. توجه کنید پوکای نه چندان پر قدرت بزنید، دود کمی توی دهنتون نگه دارید تا اون فلاورها و اون طعم‌های مختلف در زبانتون و در مخاط دهانتون بشینه، بعد دود به راحتی و به آرامی بیرون میدید. بسیار بسیار عالی. همچنین همونجور که بارها و بارها بهتون توصیه کردم، حتما کشیدن هر نوع سیگار یا هر نوع دود موکول کنید به بعد از غذا، مخصوصا سیگار، چون اگه شکمتون خالی باشه نه تنها احساس خوبی بهتون دست نمیده، بلکه شما رو با مشکل سرگیجه و افت فشار خون مواجه خواهد کرد. حتما یقینم. خب دوستان عزیز، من این ویدیو رو اینجا قطع میکنم. امیدوارم مورد پسند و توجه شما دوستان خوب و گرامی قرار گرفته باشه و تا یک ویدیوی دیگه همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.